اومده بودیم اینجا تو کارگاه شما به عنوان یک تولید کننده موفق با شما مصاحبه بگیریم، اما حالا مشاهده کردیم که تعداد کارکنان شما کم شده. در خصوص شروع فعالیتتون بفرمایید که فعالیتتون رو از چه سالی و با چند نفر نیرو شروع کردید و چه تعداد هم تولید داشتید؟ خدمت رو عرض کنم که ما از سال 94 کار رو شروع کردیم با 3 نفر نیرو که دائما داخل کارگاه حضور داشتن. 5 نفرم خانم به صورت اسمبل کار که اینا رو میخواستن سرهم بکنن، میز کار داشتیم که اینجا کار انجام میدادن. با توجه به وسعت کاری که ایجاد شد و بازار کاری که ما به وجود آوردیم، خدمتتون عرض کنم که ما به این نتیجه رسیدیم که کار رو در به منازل ببریم و از خانوما خواهش کردیم که کار داخل خونه ها انجام بشه. با توجه به اینکه خیلی هاشون متأهل بودن یا همسر مریض داشتن، یکی دو نفر بودن که همسر معلول داشتن، این کار رو شروع کردیم. به مراتب این کار توسعه پیدا کرد. ما به سمت تولید بازی های فکری آموزشی رفتیم که یه برهه از زمان خیلی خوب جواب داد. با آموزش پرورش استان قزوین اومدیم رایزنی کردیم، با استانهای دیگه اومدیم کار کردیم. استان قزوین متاسفانه همکاری با ما اصلا نکردن و اداره آموزش پرورش هیچ گونه حمایتی از ما نکرد. ما اینجا علاوه بر اینکه حالا به فکر سود جزئی که خودمون داریم میبریم بودیم، بیشتر به فکر اشتغال زایی هم بودیم که این مجموعه ایجاد بشه. سلام. مشغول چطوری هستی؟ ساخت کلبه کوچیک. از کی این کار با مشغول به کاری؟ من نزدیک 3 ماهه اینجا مشغول به کار هستم. بله. کاروبار چطور بوده تو 3 ماهه؟ خدا رو شکر خوب بوده. خدا رو شکر. اگه همینجوری ادامه داشته باشه خوبه. حداقل یه کمک خرجی برامون هست اگه ادامه دار باشه. اگر تعطیل بشه چی کار می‌کنی؟ خونه نشین میشیم، یه کاری نمیتونیم بکنیم. که الان در حال حاضر این دستگاه 160 میلیون تومنه، اون دستگاه 120 میلیون تومن. این یه مجموعه کوچیکه 60 متریه که میتونه 40 حداقل 40 تا خانواده رو نه با حقوق خیلی بالا و اندازه‌ای که نیازهای حداقل جزئیشون رو برطرف بکنه کمک حال باشه، که یه مجموعه کوچیکه. شما حساب کنید اگه ما 20 تا اینجور مجموعه تو قزوین داشته باشیم که میتونیم داشته باشه و این قابلیت هم داریم، چند نفر خانوم میتونن کمک حال باشن؟ متریالی که داریم اینجا فعلا موجودی که خودمون داریم نزدیک به 670 میلیون تومان MDF که ما خودمون داریم. الان کارآفرینش بسیار عالیه. همین آقایی که الان با همسرش اومدن خیلی ایده ها دارن به ما میدن، خیلی ایده ها دارن میدن و این ایده ها باعث میشه که هم خودشون راحت کار انجام بدن، هم ما به فکر کار بهتری باشیم. یعنی یه جوری تیم ورکینگ داریم کار میکنیم. کارش یه جوری هست که هم میشه راحت با برنامه ریزی هم به کار خونه رسید، هم به کار کلبه و ساخت کلبه و ماشین و اینا. چون تو خونه هست راحت میتونیم به کارامون برسیم. پرسنلمون به 48 نفر خانم رسیده بود که با بحث کرونا و بحث این اقتصادی که به وجود اومد به مراتب کم و کم و کم شد، تا الان که ما در خدمتون هستیم کلن 4 یا 5 نفر خانم دارن برای ما کار میکنن. این ماشین چینیش هست 320,000 تومان تهران، یه ماشین های لوکس 320,000 تومان. فقط اینه که یه بسته‌بندی خوشگل داره، یه لوگو روش برده و روش نوشته مدین چین. این دستگاه ما قابلیت اینه داره من بزنم مدین چین، مدین جرمنی، USR، نمیدونم مال آره هر کشور دیگه. این دستگاه ما این قابلیت داره که ما بزنیم و به عنوان جنس چینی بفروشه و کسی هم متوجه نشه، ولی با افتخار میگه ما اینو ما ایران داریم تولید میکنیم، جنس ایرانیه. ماهانه فکر میکنم هلوش 1 تومن شده. بله خب بستگی به کارم داره، هرچی بیشتر تولید کنم خب درآمدم بیشتره، هرچقدر کمتر مثلا میشه خب درآمدم کم میشه، ولی خب تقریبا 1 تومن میشه. ما اینجا خدمتون عرض شد که حتی تا 4 ماه پیش هم 24 ساعته کار میکردیم، یعنی هم شیفت روز داشتیم، شیفت بعضی داشتیم و شیفت شب، 3 شیفت دستگاهمون کار میکرد. کار تلفیقیه. این لاستیکی که داره تولید میشه توی مجموعه دیگه ای داره تولید میشه، اونجا ما داریم اشتغال زایی میکنیم، یعنی داریم کمک میکنیم به اون مجموعه. لاستیکی که داره تولید میشه
این اسلحه این روکشش رزینه، اینم با توی مجموعه دیگه داره انجام میشه. خب اینم حدودا 14 15 تا خانم دیگه نشستن دارن این کارو انجام میدن. خب اینم یه اشتغالزه با یه مجموعه دیگه است، هیچ حمایتی نمیشه. ما این مجموعهمون تا الان فام نگرفته. برای گرفتن یه دونه کارت خون ما خیلی از بانک‌ها رفتیم التماس کردیم، ندادن. مجبور شدیم کارت خون شخصی رفتیم خریداری کردیم. اما متاسفانه، باز میگم متاسفانه دیگه، فکر میکنم برای شنبه دیگه با تعطیلش کنم. نه، این تعطیل داره میشه دیگه. ان شاءالله ماشاءالله نداره.